مو فعالانی ولایت، زیایان، وکیلانی مردمی، نمایندگانی ساحه معارف، زنان، سابقه‌داران، جوانان، فرهنگ، اهل ادب و ایجاد، ورزشگران و دیگر قشرهای جامعه در این روزهای حساس به شما مراجعه می‌نماییم که با مقصد به اعتدال آوردن وضعیت به عمل آمده روزهای آخر در ولایت از همه امکانیت‌های مساعد استفاده نماییم. قبل از همه هر یکی ما و شما باید فرزندان خود را در روحیه انسان دوستی، وطن دوستی، ارج گذاشتن به ارزش‌های والای نیاگان، احترام به گذشتگان با فرهنگ صاحب تمدن خود تربیه نماییم. باعث خرسندی است که در دوام سالهای صاحب استقلالی با دستگیری و غمخوری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برابر دیگر منطقه های کشور عزیزمان، شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز به طور بی سابقه رشد نمودند. بنیاد ده ها انشاءات تعینات گوناگون، کارگاه های استحصالی در حدود ولایت و در این زمینه تشکیل یافتن جای های نویکاری شهادت آن است که رشد باثبات این منطقه کوهستان تاجیکستان عزیز زیر توجه بیواسطه رهبریت عالی مملکت قرار دارد. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن شاهراه دوشنبه، کولاب، درواز، خاروغ، مرغاب، کلمه، قراقرم یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی در این منطقه دوردست به شما رفته، همه روزه توسط آن مالهای مورد نیاز مردم و کشور وارد کرده می شوند. در برابر این، مرکز ناحیه های ولایت به طور زمانوی بنیاد گردیده، باغهای فرهنگی و فراغتی، مکانهای استراحتی مورد بهره برداری ساکنان قرار داده شدند. پس امروز به خاطر منفعت های شخصی اشخاص علاهیده فتنه‌جو نباید فضای آرام و آسوده وطن را خلل‌دار سازیم. اگر امروز عملهای ناشایسته فرزندانمان را پیشگیری نکنیم و به ویران نمودن انشاءات تعینات گوناگون و ناآرام ساختن امن و ثبات منطقه راه دهیم، نتیجه این خواهد بود که کارهای سازندگی و بنیادکاری ده ساله‌های دیگر عقب خواهند رفت. ساکنان صاحب فضیلت ولایت مختار کوهستان بدخشان، به خاطر باز هم ناآرام نگشتن وضعیت امروزه ولایت، به خصوص مرکز ماموری آن شهر خاروغ، به هر یکی شما مراجعه نموده تاکید می نماییم که جمع‌شوی غیر قانونی جوابگری در پی دارد. از این رو یک بار دیگر با احترام زیاد خواهش می نماییم که با استفاده از عقل سالم از انجام دادن عملهای غیر قانونی دست کشید. کردارهای ناشایسته‌ای که امروز از جانب شما صادر می‌شوند در تاریخ ولایت و سرنوشت ساکنان آن چون داغ ننگین باقی خواهند ماند. به خاطر امروز شکوفان و آینده درخشان این سرزمین از شما خواهش می‌نماییم که از عملهای نامطلوب کناره‌جویی نموده به کارهای آبادانی و سازندگی رو آورده برای نسل‌های آینده یک کشور آباد و شکوفان را به میراث مانیم.